در قسمت کتاب عقل و جهل کافی شریف در محضر احادیث نورانی بودیم و به روایت چهارم رسیدیم در روایت چهارم که محمد ابن محمد ابن یحیا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن فضال ان الحسن ابن الجه من یه توضیح مختصری راجع به این سند روایت عرض بکنم ببینید ما دو تا احمد ابن محمد داریم تو روایات سند روایات که این دو تا احمد ابن محمد هر دو سقه احمد ابن محمد ابن ایسا احمد ابن محمد ابن خالد هر دو سقه هستن معمولا هر دو هم مرحوم کلینی با یه واسطه ازشون نقل میکنه اینجا از محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن ایسا در بعضی از سندهای دیگری که مثلا روایت هفتم میشه ادتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد درسته؟ اون احمد ابن محمد ابن خالد همون برقی معروفی است که شنیدید دیگه این احمد ابن محمد ابن ایسا هم از اصحاب جلیل القدر سقه هر جا احمد ابن محمد ابن ایسا بود یعنی هر جا به میخواییم بفهمیم احمد چون احمد ابن محمد و معمولا چون اول روایت ایساش شو خالدش رو آوردن معمولا دیگه میسن احمد ابن محمد هر جا دیدید احمد ابن محمده قبلش از محمد ابن یحیاس حتما این احمد ابن محمد ابن ایساس بین حضرت یحیی و عیسی نسبتی است اینو یادتون بمونه هر جا احمد ابن محمد ابن باشه احمد ابن محمد ولی قبلش محمد ابن یحیا باشه این معلوم میشه که کدام احمد ابن محمده؟ احمد ابن محمد ابن ایسا چون تو سندها بعدها تو مشایخشون و اینکه بدونیم این احمد ابن محمد ابن ایساست اون وقت میفهمیم شیخ احمد ابن محمد کیه و چطور میتونیم یعنی آثار زیادی داره لذا این یه نکته که تفاوت بین احمد ابن محمد رو بتونیم با اون شاگردش که ازش نقل کرده گاهی به دست بیاریم یکی هم ابن فضال ان ابن فضال ابن فضال خب حسن ابن علی ابن فضال از اصحاب جلیل القدر بوده خیلی زاهد بوده خیلی متقی بوده زمان خودش خیلی عظیم بوده احترام زیادی داشته منتها اشکالی که بر حسن ابن علی ابن فضال وارد شده این است که فتحی بوده مشهور به این است که فتحی بوده یعنی عبدالله ابن جعفر رو چی میدونستن؟ امام می دونستن و متوقف می شدن در عبدالله ابن جعفر و ادامه نمیدادن به پسر امام عبدالله ابن, جعفر. عبدالله ابن جعفر رو بهش معتقد بودن و به بقیه ائمه منتها در روایات نقل شده که حسن ابن علی ابن فضال در انتهای عمر متنبه شد و در قبل از اینکه دنیا بره وقتی که شهادت این رو میخواست جاری بکنه و بعد شهادت بر امامت رو تا آخر رو به ترتیب همین جوری که ما قائلیم چند سند برای این کسانی که حاضر بودن نقل کردن لذا در حقیقت حسن ابن با این که خیلی جلیل القدر بوده عظیما بوده این خطا مشهور بهش نسبت داده میشه اما در این حال فتحی بودنش از این که روایاتش ثقه باشه کاست نکاسته لذا عمل کردن به روایاتش خب حالا حسن ابن جهم هم سقه هست ولی یه بار دیگه راجع بهش صحبت خواهیم کرد که تو سندها بعدها هر کدام یه دفعه یکی از این راویانی که زیاد ازشون نقل میشه رو توضیح میدیم در این روایت که حسن ابن جهم نقل میکنه سمعت الرضا رضا حسن ابن جهم از فرزندان بکیر ابن اعینه چون اعین که پدر زراره بود یک مولا و عبدی بود که فرزندان متعددی داشت فرزندان او همرابن ابن اعین بکیر ابن اعین زرارت ابن اعین همه اینها چی بودن؟ جزو راویان بودن خانواده زراره یه خانواده, یه خانواده اعین یعنی خانواده اعین یه خانواده با برکتی بوده در نقل روایات ما خدا رحمتشون بکنه عمدتا روایاتشون هم یعنی راویانی که از این خانواده عمدتا هم سقه یعنی عمدتا هم جزو راویان سقه هستن لذا خود همران و بکیر و زراره و که دیگه زراره مشهور همه هستش این از فرزندان بکیر حسن ابن جهنب ابن بکیر ابن اعین که در حقیقت از فرزندان بازم اعینه یعنی زراره میشه چی؟ اموش دیگه درسته؟ زراره میشه از اموزادگان اینه اگر اشتباه نکنم حالا باد باد ولی تو ذهنم اینجوری میاد حسن ابن جم قال سمعت الرزا علیه السلام یقول صدیق کل امرئن اقلو و عدوه جهلو صدیق و کل امرئن اقلوهو و عدوه جهله یه بیان بسیار عالی است که عقل نه فقط صدیق است بلکه هر دوستی که بخواد چون دوست کسی است که نفع انسان رو به انسان منفعت میرسونه و از انسان چکار میکنه ترد بدی میکنه یعنی دوست فقط اینجور نیستش که نفع خوبی هم بکنه اگر یه موقع انسان به سختی داره میرسه بزن میگن دوست اونجا بشناسید دیگه که تو مشکلات همراه شماست تنهاتون نمیگذاره یعنی تو وقتی هم که سختی هستش بازم اینجور جور نیستش که ببینه سختی داره به شما متوجه میشه دیگه بگه اینجا به من چه من خیلی نمیتونم برسونم نه کمک کاره عقل خصوصیتش این است که انسان رو نسبت به جهان آشنا میکند هستی رو از توهم برای ما میشناساند فرق میگذاره و از اون طرف اونجایی که باید دستورات رو به ما بشناسونه تو نظام عقل نظری و عقل عملی میشناسونه سرات مستقیم رو به ما مینمایاند درسته اگر کسی صدیق رو این بگیره میبینه این بالاترین صدیقه کسی که هم هستی رو از توهم جدا میکنه برای ما تا پی توهم نریم حواسمون پرت نشه به سراب مشغول نشیم از حقیقت خب این خیلی عظیمه یه عمری انسان به دنبال سراب بوده یک دفعه تا عقل کارش این است که سراب رو از حقیقت چکار بکنه خب این چه دوستی میتونه انقدر عظیم باشه که انسان رو نسبت به سراب و حقیقت آشنا بکنه غیر از اون تو سرات وقتی که داریم جلو میریم سرات رو به ما میشناسونه جزئیات سرات رو هم به ما مینمایاند که چی در حقیقت درسته چی غلطه هر دوست دیگری هم بخواد با ما اثر بگذاره حتما باید از این مبدع استفاده بکنه یعنی نه فقط خود این دوسته و مبدع خیراته بلکه هر خیری بخواد تو وجود ما واقع بشه هر خیری باید با این رابطه بشه دو تا نگاه شده یکی این که خودش مبدا خیراته درسته یکی دیگر این که هر خیری بخواد به ما برسه باید از طریق عقل ما که به, به صدق او یقین کنیم به صدیق بودن او باور بکنیم قبول کنیم راه او، ارتباط با او را دقیق میکنید یعنی باید عقل ما تصدیق بکنه به صدیق بودن دیگری هم تا در حقیقت بتونه او در من اثر بگذاره تا بتونه به من نفع برسانه پس نه فقط خودش منشأ خیره بلکه هر خیری باید از این راه کانال بیاد جهلم هم همین جوریه و ادو و, و انسان ادو عد، و کل امرئن جهل و ادو و هر کسی هم همین جهلشه یعنی جهل به سراب انسان رو مشغول میکنه تو خود هستی شناسی توی بایدها و نبایدها به اون حقایق مشغول نمیکنه به بایدها و نبایدهای حقیقی هر کسی هم که میخواد در ما تأثیر جاهلانه بگذارد تأثیر دشمنی بگذارد با از طریق جهل ما وارد بشه و الا اگر طریق اون عقل ما بخواد وارد بشه عقل جلوی او رو میگیره و تخته میکنه لذا هم منشأ بدی است جهل هم, هم, چی هستش هم هر بدی از این کانال به ما میرسه لذا میفرماد اعدا ادوک نفس کلتی بین جنبیک یعنی بالاترین دشمن کجاست؟ تو خود وجود انسانه که مبدع درونی همون جهله نفسی که کامل نشده نفسی که رشد نکرده نه نه عقل به معنای علم نیست عقل مبدع علمه علم از آثار عقله ارز کردم جهلم در حقیقت به معنای چی هستش؟ به معنای، به معنای اون نبود عقله یعنی ما حالا بعدم لشکر عقل و جهل رو که میاریم حدیث لشکر عقل و جهل رو یکی از لشکریان عقل علمه چنانچه یکی از جه... لشکریان جهل باز میشه همق نادانی دقت میکنید این جهل یه ملک است که عدم ملکه عقله دقت کردید که عقل اشکالی نداره چون جزو لشکریانشونه میتونن مقابلشم بیارن ها تو اونجا هم بحثشو رو الله بیان میکنیم اونجا یعنی جهل گاهی به معنای حمق و نادانی به کار میره مقابل در حقیقت علمه ای هم نداره گاهی جهل مقابل عقل به کار میره به معنای در حقیقت نداشتن اون توانایی است که اون توانایی نداشتن عظیمتر از نداشتن علمه چون گاهی انسان علمو نداره اما عقل دارد لذا امکان به علم رسیدن براش هست اما اگر جهل به معنای نداشتن عقل باشد امکان علم اصلا براش نیست ارز کردم که عقل حالا ایشالا تو لشکر عقل 75 تا اونجا صفیح میاد به صلاح میاد صفح و حمق هر دو میاد هر کدوم مقابل یه حقیقتی هم باید نشون میده اونجا دقیق تر این مسئله رو بیان میکنه <متصفيق> <متصفيق> نه بوده چرا؟ این لغویه نه نه این لغوی این لغت ها بوده مشکلی نداره یعنی در حقیقت این که جهل در مقابل عقل به کار میره و جهل به معنای نبود علمه به کار رفته مشکلی نداره در اون زمان هم بعضی احادیث هم به کار اما اینجا جهل به معنای اعم میشه که یکی از لشکریانش در حقیقت همقه یکی از لشکریانش نادانیه این جهل نداشتن قوه عاقل است دقت میکنید صدیق و و صدیق و, و این جهلو البته خود اون لشکر که نادانیم هم هست همون نادانیم هم که به عنوان نادانی تلقی میشه اونم چی هستش جایی که امکان دانایی باشد چون اطلاق میشه نادانی اونم میتونه در حقیقت جهل به اون معنا هم جزو دش دشمنان انسان باشه چون امکانش بوده مونتا اینجا داره در مقابل عقل به کار میره عقل هم فقط به معنای علم نیست عقل به معنای این بودش که هم قوه نظریه هم قوه عقل عملی و عقل نظری هر دو رو شامل میشد دقت کردید جهلم که مقابل اینه در مقابل هر دوی عقل عملی و عقل نظری هر دو رو شامل میشه لذا چیست کسی که فقط بداند ولی عمل نکرده باشد این عاقل نیست بداند ولی عمل نکرده باشد از منظر این روایت عاقل نیست دقت میکنید این هم در حقیقت تو موزگیری ها و تو پیدا کردن را به خطا میفته چون در حقیقت چی هستش؟ اون حقیقت عقل تو وجودش نیست چون عقل از اونجا شروع شد که قوه عقل نظری بود ولی به قوه عقل عملی هم کشیده میشد و الا اگر نبود این این عقل اطلاق نمیشه